با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، آزیتا شیرازی هستم، مدیر مؤسسه ایرانیان فاینانشال تایمز. خوشحالم که در این مدت تونستیم جای خودمون رو در بین شما و خانه های شما باز بکنیم. همونطور که آگاه هستید، مدتی است که برنامه تلویزیونی ایرانیان فاینانشال تایمز در جی ال ویز روی کانال 175 تقدیم حضور شما میشه. قصد و نظر ما از این برنامه ها آگاه کردن شما و رسوندن اطلاعات در بهترین مدلی که ممکنه توسط بهترین متخصصین، آگاهترین، مطلعترین و افراد صادقی که بتونن بهترین ها رو به منزل شما بیارن تقدیم حضورتون بکنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ برای اینکه شما آگاهانه تصمیم بگیرید و بدونید که در زندگی به دنبال چیزهایی برید که میتونه براتون مفید باشه. از نظر اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، با وکلای مختلف، با حسابدارای عزیز و با دوستانی که بتونن منابع اطلاعاتی قوی رو در اختیار داشته باشن و اطلاعات خوبی رو در اختیارتون بگذارن به صحبت و سخن می نشینیم و شما رو آگاه می کنیم. با ما همراه باشید و اجازه بدید که برنامه تلویزیون ایرانیان فاینانشال تایمز در خدمت جامعه خوب هموطنمون باشه. تحلیل های عمیق‌تر و تصاویر بزرگتر و در نتیجه تصمیمات بهتر قصد و نظر ایرانیان فاینانشال تایمز است. با ما باشید، در خدمت شما هستیم. نگان عزیز، بار دیگر در کنار خانم دکتر نهضت فرنودی، روانشناس و پژوهشگر آگاه که همیشه خودشون رو با تازه های این علم تازه نگه می‌دارن و همیشه آپدیت می‌کنن هستیم و خوشحالم که موفقیت کردن و هر چندی یک بار وقتی که ایشون رو با خیلی مشکلات میشه به دستشون آورد، ولی وادارشون می‌کنیم که دقایقی رو به ما اختصاص بدن و این بزرگواری رو در حق برنامه ایرانیان فاینانشال تایمز می‌کنن و خوشحالم که بار دیگه در کنارشون هستم. افتخار از آن من، در خدمتتون هستم. خیلی سپاسگزارم. من شما رو از همه نظر خیلی قبولتون دارم، برای اینکه همیشه خودتون رو با تمام این سمینارها و برنامه‌ها با جدیدترین های این علم آپدیت میکنیم و برای همین هم هستش که نمیتونم از دقایقی مزاحمت برای شما بگذرم. من بسیار خوشحالم که در کنار شما میتونیم یه اطلاعات جدیدی رو به بینندگان برنامه شما انتقال بدیم. خیلی سپاسگزارم. یک مقاله بوده به عنوان Does happiness cost $75,000 a year؟ که مقاله بسیار جالبی بوده که پرینستون اون رو منتشر کرده و صحبت از این میکنه که شما با 75,000 دلار در سال درآمد یک آرامش خاطر نسبی پیدا میکنین در زندگی که میتونین زندگی خوبی داشته باشین. بعد 75,000 دلار که میره بالا دلیل نمیشه که شما خوشبخت‌تر و خوشحال‌تر هستید. اگه ممکنه این رو یه بررسی روش داشته باشید. این تحقیق در دانشگاه پرینستون انجام شد و چکیده و گزارش، یعنی خلاصش این بود که دیدند که بین استرس‌های زندگی که شادی و خوشحالی افراد خانواده رو از بین میبره، وقتی ما درآمدی حول و حوش 75,000 دلار و این برای شهرهای بزرگی در آمریکا، درآمدی به اندازه 75,000 دلار نداریم، کاستی های زندگی قدرت این رو پیدا میکنند که رو رابطه استرس بذارن، مسائلی رو به وجود بیارن که از شادمانی و خوشبختی ما کم کنه. ولی داشتن این میزان پول این استرس ها یا این فشارها رو میتونه برطرف کنه و ما از اون حد اقل لازم که نیازهای فیزیکی و نیازهای اولیه احساس ایمنی و امنیتی رو تو سلسله مراتب نیازهای مزلو که اولی نیازهای پایه و فیزیولوژیک، دوم نیاز امنیت و سوم نیاز به اصطلاح تعلق داشتن، یعنی یه سوشال کلاسی پیدا میکنه شخص. درسته. اما وقتی این درآمد میره به درآمدهای میلیونی میرسه که نمیدونم هلیکوپتر بخری و کشتی بخری و نمیدونم هواپیمای شخصی داشته باشی، میبینن اونجا دیگه رابطه بین احساس خوشحالی با داشته ها یه رابطه معنادار آماری نیست. یعنی چی؟ یعنی ما انسان ها برای شاد زیستن، شادمان زیستن، باید حد اقل زندگی رو داشته باشیم، ولی بعد از اون دیگه وقتی که صرف به دست آوردن ثروت بیشتر و خواسته هایی که ربطی به خوشحالی و خوشبختی نداره میکنیم، رابطه خوشبختی و دارایی یه رابطه بی‌معنا میشه.
الان که میگیم من میتونم تجسم کنم، چون یادم میاد زمانی که یه کارمند ساده بودم و نمیدونم درآمد کمی داشتیم من و همسرم، هر کدوم یک حقوقی میگرفتیم، خیلی بیشتر شادی های خاصی برای خودمون داشتیم، بیرون میرفتیم، فعالیت های مختلف میکردیم. از زمانی که اومدیم زندگیمون رو بهتر بکنیم و مثلا زوایای بهتری به زندگی و شیک‌تر کردن خونه و زندگی داشته باشیم، همه چیامون از همون گرفته، فرصتمون از همون گرفته، بیرون رفتنامون کم شده، خارج از شهر رفتنامون کم شده. و واقعا حقیقتی است که هر چه بیشتر شما پول بسازی، بله، مسئولیتات بیشتر میشه، در اثرات بیشتر. این برادشو تو شواش میگه که خب ایرانیان بدون ذکر نامش از این مثالا استفاده میکنن، میگه که اتاق خوابمون بزرگتر شده ولی توش نمیتونیم بخوابیم، وقت نداریم بخوابیم، تخت اشرافی داریم ولی توش غلط میزنیم. دقیقا. و خوابمون نمیبره. بله دیگه، استرس ها رابطه دارن با میزانش. ما احتیاج داریم که حداقل زندگی رو مثل غذای خوب بتونیم بخوریم، در خانه که برای همه اعضای خانه فضایی هست زندگی بکنیم، ارتباطات سالم داشته باشیم، سفرهای کوتاه نزدیک بتونیم بریم، با اقوام و خانواده وقت صرف بکنیم. تا اینجا داشته های ما، داشتن ما به خوشبختی ما اضافه میکنه. ولی وقتی دیگه تو اون چرخه مسابقه میافتیم که اون چی داره، انگشتر اون یه قیراط مال من 5 قیراط باشه، مال اون 10 قیراط مال من 20 قیراط، اون موقع دیگه ثروت کاری. مولانا جالب یه مثال خیلی زیبایی میزنه، میگه رابطه تو با ثروت مثل رابطه آب با کشتیه. مادامی که زیر کشتی حرکت میکنه، سیر تو رو آسون میکنه، اما وای از روزی که آب به درون کشتی رخنه پیدا کنه. و وقتی که به درون کشتی رخنه پیدا کرد، تو رو غرق میکنه. عجب، چقدر قشنگ، چقدر جالب. پس نظر شما چیه وقتی یکی درآمدش از 75,000 دلار که ایشالا دوستانمون همشون داشته باشن بیشتر باشه، چه بکنن که زندگی خوشبختری داشته باشن و نتونه اون پول غالب بشه و زندگیشون رو خراب کنه؟ من فکر میکنم اگر درآمد ما به قیمت وقت اضافی از خانواده زدن و از سفر زدن و از همه اینا تموم میشه، اون وقت باید زندگی رو تو اون چارچوب راحتش، کامفورت زونش نگه بداریم که کیفیت زندگی کم نشه. مشابه زندگی و کسانی که در اروپا زندگی میکنن. بله، چقدر راحت زندگی میکنن. آره، زندگی های کوچیکی دارن، به خصوص کشورهای اسکاندیناوی. بله. کاری که کردن همینه، حد اقل ها رو برای همه فراهم کردن و برای حد اکثرا یه تنبیه مالیاتی گذاشته که کسی دنبالش نری. چی جالب، چی جالب. خب خوبه، پس بریم اونجا فکر میکنم. خب حالا مسئله جالب دیگری که شاید معمولا زیاد در موردش آدم صحبت نمیکنه ولی لازم هست بهش اشاره بشه، روابط خارج از ازدواج هست که این روزها آمدن تحقیقاتی رو انجام دادن، فوربز و بلومبرگ و یو اس نیوز، و به این نتیجه رسیدن که 70% از زنانی که 5 سال یا بیشتر مزدوج هستن دارای رابطه خارج از ازدواج هستن. اول از همه اینو یه بررسی بکنیم که آیا بله. چیه نظرتون؟ من الان یه ذره به بی‌عرضگی خودم اینا برای خارجی هست، چون من 45 ساله. ولی آره، من فکر میکنم اول این نیوزو من ندیدم، الان که شما میگید برای خودم هم تازگی داره، ولی حتی در روند تجربه شخصی خودم در کارم متوجه این شدم که خانم ها راحت تر به روابط بیرون از چارچوب ازدواج و زناشویی دارن تمایل نشون میدن و عمل میکنن و راجبش حرف میزنن. من حتی یه بار با یه خانومی داشتم، میگفتم که یه شعری بود میگفتش که آقایون دست خانوما رقص، بله. حالا برعکس مثل که یه موقعی هم قرار بوده آقایون ددری باشن و خانوما بشینن تماشا کنن، حالا برعکس. حالا برعکس. هنوزم نسبت خیانت در میان آقایون یا شیطنت های مردانه هنوزم نسبتش حتما بالاتره. بله الان من دارم. بله. که رابطه خارج از ازدواج در مردان 50% هست، در خانم ها 33% هست. خب ولی خیلی نزدیک شده، نزدیک یه موقعی شاید 50% بود و مثلا 5%. مثلا چطور شده که این موضوع شروع شده؟ برای اینکه خانم ها همیشه وابسته به یه سری مسائل هستن و معیارهایی هستن که معمولا این کار رو نمی کنن. چی شده که اینقدر اوپن مایندد شده؟ من فکر می کنم که این واژه اوپن مایندد آخر شما رو شکار خواهد کرد. آره؟ خدا هم کنه. بله، این واژه رو یه خود تغییرش میدیم، میگیم چه شده که نسبت به این مسئله
اینقدر معیارهای سنتی فرو ریخته. فرو ریخته. بله. حالا این من فکر میکنم به چند عامل برمیگرده. یک، مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های شغلی. دو، بی‌نیازی اقتصادی زن به مرد. و سه، به اصطلاح دلازردگی‌هایی که زن. من سالها پیش یه مقاله نوشتم تحت عنوان تنهایی‌های زنانه و بی‌خبری‌های مردانه، که این مقاله روی فیسبوک هم هست. چه خوب. واقعا یه واقعیتی بود که زن به اصطلاح یکی از لالایی‌هایی که سیما بینای عزیز تو مطالعه لالایی‌های محلی جمع‌آوری کرده، یکی از لالایی‌ها اینه: لالا لالا گل پونه، بابات رفته زن بسونه. آره؟ اوه مای گاد. فکر کنید مادری بچه به دنیا آورده، دل مشغول بچهش و دلش میخواد جفتی که این بچه رو با اون تشکیل داده در کنارش باشه و اینا، بابات رفته که زن بسونه. خب این تنهایی های زنانه وقتی که تو چرخه اقتصادی لاعلاجی هست، وقتی که زن از صحنه های اجتماعی بیرونه، وقتی که مرد موقعی که داره صبح میره بیرون تلفن رو قطع میکنه، میذاره تو کمد، قفلش میکنه، در خونه رو میبنده میره. واو. خب اونجا داره یه اتفاقای میفته زیر ذهنیت زنانه، حسرت هایی داره به صورت رسوبات قدرتمند شکل میگیره، که خب وقتی که دیگه این در رو نتونه قفل کنه و تلفن رو ببنده و زنم از صبح تا شب تو صحنه های اجتماعی باشه، از صبح تا شب یهوی مرد همکارش ذهنش رو فراورده دستش رو فکرش رو تحسین میکنه، یهو تفاوت بین اون تنهایی ها و این ارتباطات توجه. و توجهات رو حس میکنه و خب شیطون هم که همیشه دوره آدم پرپر داره میکنه، بنابراین شیطون میتونه آدم رو گول بزنه. عجب. به هر حال بازار شیطون این روزا برای خانوما داغ شده. میگفتن یه آدم ساده‌ای برگشت گفتش خدایا این شیطون هر روز یه سری پیشنهادات خیلی جالبی به آدم میده، یک کم شما ابتکار به خرج بده در پیشنهادات، بعد از خدا بخواد ابتکاراتی دارین. و کاملا صحیح میفرمایید، کمبودهایی که در خونه احساس میکنه با رفتن در محیط کار و یه دفعه توجه از یه آدمی که شاید خودش هم به زن خودش تو خونهش توجه نمیکنه، چون اکثر اوقات مردهای زندار هستن که این داستان. بله. بعد میاد این کار رو انجام میده، این پیش میاد. بله. به هر حال جمله که اینجا جمله بله جمله مهمیه، چه باید کرد؟ به نظر من آقایون میبایست بدونن که بعد از این حفظ چارچوب خانواده رسالت مرد و زن یکسانه. بله. بله. دوران به اصطلاح سوختن ها و دم نزدن ها یا دوره سوختن و ساختن های زنانه سپری شده. بله. اون ممر و لولو برده و باور کنین دیگه پس نمیاره. بله. دیگه پس نمیاره. حتی این مسئله به جوامع غیر مدرن هم سرایت کرده. دلسته. برای اینکه دنیا با این اخبار و این وسایل ارتباط جمعی به صورت شبکه اطلاعاتی یکسان واحد در آمده، بنابراین جهانی که میگن. بله. هنوز وفاداری های یک زوج بسیار زیباست، هنوز بسیار ارزشمنده، هنوز ای کاش یک زن و یک مرد وقتی که وقتی تشکیل یک خانواده بدن که بدونن که در بالا و پستی، در بلندی و پستی، در بالا و پایینی زندگی نزدیکترین رفیق همان، دلدون همان، به هیچ عنوان مرد حساب نکنه که کار زن و وظیفه زن اینه که وفادار بمونه و تو خونه بسازه و بسوزه و بچه‌هاشو بزرگ کنه مادامی که من دارم بیرون شیطنت‌های خودم رو میکنم. این دوران سپری شده. به محض اینکه آقایون متوجه این مسئله بشن، اون وقت مشارکت در زنده نگه داشتن گیاه عشق و وفاداری و زندگی به وسیله هر دو طرف آبیاری میشه و هنوزم قشنگترین فرم زندگی فرم یک جفت تعهدمنده، حداقل تا روزی که یک تعهد قانونی دارن.
بله، ما دلم میخواد این مسئله رو در برنامه های بعدی ادامه بدیم و به خصوص مسئله این که اوپن مریج هم در بین عده‌ای به وجود آمده که فکر میکنم یک مسئله قابل بله. توجهی که باید بهش اشاره کرد، حتی بین ایرانی ها. بله، و این خیلی به خصوص برای ما ایرانی ها خیلی عجیب هست و خوبه بهش اشاره بشه. فقط بد نیست که بدونی آمار میگه که وقتی اومدن با ملت صحبت کردن گفتن در مورد اینفیدلیتی چقدر مخالف هستید، مخالف این داستان 70% در سال 1970 بودن، الان 80% مخالف این کارن، ولی عملا دارن کار دیگری رو انجام میدن. بله. یعنی به عبارت دیگه از اعتبار از در معیار در به اصطلاح ستون ارزش ها، از ولیو سیستم، از چارچوب نظام ارزشی دنیا این مسئله حذف نشده، حتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، ولی در عمل علتش هم اینه که آسیب دیدگان این ماجرا کم نیستن. کم نیستن. آسیب دیدگان این ماجرا فرزندان معصومی هستن که مادر از یک طرف به اصطلاح به فکر لذت‌جویی‌های موقت خودشه و پدر از یک طرف. بنابراین اون نهادی که به بچه امنیت، به بچه تداوم و به بچه چارچوب ارزشی میده برای اینکه اعتماد کنه به جهان بیرون، خب از بین رفته. و این مسئله بسیار آسیب میزنه. درسته. خیلی ممنون، اینقدر مسئله جالبه که خیلی دلم خواست ساعت ها میشستی با هم صحبت میکنیم، ولی مطلب رو ادامه خواهیم داد. در ضمن برای دوستانی که بیننده عزیز ما هستن، در سایت ایرانیان فینانشال تایمز وقتی تشریف ببرید صفحه اختصاص داره به خانم دکتر نهضت فرنودی که میتونید برید حتی برنامه های قبل رو کلیک کنین و اونجا گوش بدید و از نصایحشون بهره مند بشین. سپاسگزار وقت شما هستم که همیشه با ممنون. تنگی وقت این رو از ما دریغ نمیکنید و با ما همراه هستید. مرسی بودن کنار شما، فرصتی مفتن. قربون محبتتون. مرسی. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، آزیتا شیرازی هستم، مدیر مؤسسه ایرانیان فینانشال تایمز. خوشحالم که در این مدت تونستیم جای خودمون رو در بین شما و خانه‌های شما باز بکنیم. همونطور که آگاه هستید، مدتی است که برنامه تلویزیونی ایرانیان فینانشال تایمز در جی ال ویز روی کانال 175 تقدیم حضور شما میشه. قصد و نظر ما از این برنامه‌ها آگاه کردن شما و رسوندن اطلاعات در بهترین مدلی که ممکنه توسط بهترین متخصصین، آگاه‌ترین، مطلع‌ترین و افراد صادقی که بتونن بهترین ها رو به منزل شما بیارن تقدیم حضورتون بکنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ برای اینکه شما آگاهانه تصمیم بگیرید و بدونید که در زندگی به دنبال چیزهایی برید که میتونه براتون مفید باشه. از نظر اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، با وکلای مختلف، با حسابدارای عزیز و با دوستانی که بتونن منابع اطلاعاتی قوی رو در اختیار داشته باشن و اطلاعات خوبی رو در اختیارتون بگذارن، به صحبت و سخن می نشینیم و شما رو آگاه می کنیم. با ما همراه باشید و اجازه بدید که برنامه تلویزیونی ایرانیان فینانشال تایمز در خدمت جامعه خوب هموطنمون باشه. تحلیل های عمیق تر و تصاویر بزرگتر و در نتیجه تصمیمات بهتر قصد و نظر ایرانیان فینانشال تایمز است. با ما باشید، در خدمت شما هستیم.